سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت باشین. قبل از اینکه جلسه دوم آموزش گیتار رو بخوام شروع بکنم، این ویدیو رو ضبط کردم که هم ازتون تشکر بکنم بابت تمام حمایتایی که کردین، بابت بازدیدهایی که از ویدیو قبلی شده بود و بابت کامنت‌های زیبایی که گذاشته بودین. خواستم ازتون تشکر بکنم و از اونورم ازتون عذرخواهی بکنم بابت اینکه جلسه دوم پخش نشد. دلیل اینکه این ویدیو جلسه دوم یا جلسات بعدی پخش نشده بود این بودش که این پروژه متوقف شده بود متاسفانه به خاطر بازدید کمی که داشت. در روزهای اولی که من این آموزش رو ضبط کردم و گذاشتم متاسفانه طی یک ماه اول یک ماه دوم بازدید بسیار کمی داشت و مورد بازدید قرار نگرفته بود. به این دلیل بودش که من جلسات بعدی رو با اینکه ضبط کردم حاضر کردم و همین الانم حاضر هستش، اما توی صفحه یوتیوبم توی کانال یوتیوبم پخشش نکردم به خاطر اینکه دیدم بازدیدی نداره. اما بعد از چند وقت که مراجعه کردم دوباره به صفحه یوتیوبم رفتم و بازدیدها رو دیدم، کامنت‌ها رو دیدم، بسیار خوشحال شدم و واقعا ازتون تشکر میکنم بابت این بازدیدها و تصمیم گرفتم که ویدیوهای بعدی رو براتون قرار بدم، ویدیوهای دوم، سوم و با امید خدا ویدیوهایی که تا پایان آموزش گیتار پاپ بتونم در خدمتتون باشم و این آموزش‌ها رو براتون قرار داده باشم. اگه می‌بینید یه مقدار توپق می‌زنم به خاطر اینکه من زیاد با دوربین راحت نیستم و نمیتونم باهاش صحبت بکنم، اما به تمام تلاشمو دارم براتون می‌کنم. خلاصه که من هدفم از گذاشتن این ویدیوها توی یوتیوب فقط و فقط برای اینه که یک سری از افراد هستن که زمانشو ندارن، حالا به علت مشاغل کاری زمان ندارن به کلاس‌های موسیقی برن، در طول روز وقتشو ندارن که کلاس‌های موسیقی یا آموزش موسیقی برن و یاد بگیرن، اما علاقه‌شو دارن، یا یه سری دیگه به هر دلیلی موفق نمیشن که به کلاس‌های موسیقی برن. و به همین دلیله که من تصمیم گرفتم که این ویدیوها رو ادامه بدم، توی یوتیوب بذارم و اینترنت هم همه جای دنیا در دسترس هستش و شما توی هر شرایطی در هر جایی که باشین میتونین ویدیوهای مورد علاقتون رو در هر شرایطی تماشا بکنین. خلاصه من حرفو خلاصه میکنم. امیدوارم که این آموزش من مورد قبولتون قرار بگیره و بتونم کمک کوچکی در این دریای بیکران موسیقی و هنر بهتون کرده باشم. در آخرم بازم ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که ویدیوهای بعدی مورد قبولتون قرار بگیره. ممنون. همونطور که ویدیوهای اول رو مشاهده کردیم و امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه، من نوتهای اصلی و خطوط حامل و کلید سول و یه سری جزئیات خیلی کوچیکی که مربوط بودش به شروع کار رو من توضیح دادم و آموزشش رو دادم. امیدوارم که اونا رو حتما گوش بکنیم و یه دو تا تمرین عملی در آخرش دادم که این تمرین عملی با اینکه بسیار ساده هستن اما واقعا مورد نیازن. یعنی اگه شما این تمرین عملی رو توی جلسات اول، دوم و یا سوم این تمرین عملی رو انجام ندین، هیچ وقت نمیتونین گیتار پاپ رو یاد بگیرین. حالا من شیوم گیتار پاپ هستش و نظرمو میتونم توی گیتار پاپ بدم، ولی به نظر من به عنوان کسی که داره بهتون آموزش میده، اگه میخواین با شیوه من پیش برین، قطعا این تمارین عملی ها حتما انجام بدین. یعنی من توصیه‌ام به شما اینه که بیخیال نشین و برین ویدیو سوم ببینین، وقتی آموزش اولین آهنگ میادش بخواین اونو اجرا بکنین قطعا به مشکل برمیخورین. و ازتون خواهش میکنم که تئوری ها رو کامل گوش بدین، تئوری لازمتون میشه. موسیقی گیتار یا اصلا کلا موسیقی یک زبان بین‌المللیه و شما هر جا باشین اگه تئوریشو بلد باشین میتونین ازش به خوبی استفاده بکنین و تو تمام دنیا مورد استفادهتون قرار میگیره. پس خواهش میکنم تئوری ها رو به طور کامل یاد بگیرین، تمارین عملی رو قطعا انجام بدین تا بتونین پیشرفت بکنین و به امید خودتون توی جلسه سوم یا جلسه چهارم اولین آهنگ خودتون رو بنوازین و آهنگی که مطمئنا دوست دارین هم خواهد بودش. توی جلسه دوم ما روی علاوه بر اینکه تمرین‌های عملی دیگه‌ای بهتون میدیم، کشش‌ها، سکوت‌ها، فاصله بین نوت‌ها و یک سری تئوری دیگر رو در کنار یک تمرین عملی خیلی مهم دیگه من بهتون آموزش میدم و امیدوارم که توی این جلسه دوم بتونیم با هم دیگه تمرین‌های عملی رو تموم بکنیم و جلسه سوم اولین آهنگ رو با هم دیگه بزنیم با امید خدا. در این قسمت ما میپردازیم به کشش‌ها. کشش‌ها بیانگر ارزش زمانی نوت‌ها هستند. شش نوع از اشکال نوت که مورد استفاده ما قرار می‌گیره از شکل نوت گرد شروع شده و با سلا چنگ تمام میشه. به این ترتیب که نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه، نوت چنگ، نوت دولا چنگ و نوت سلا چنگ.
که از نظر ارزش زمانی به ترتیب از 4 ضرب نوت گرد، 2 ضرب نوت سفید، 1 ضرب نوت سیاه، 1/2 ضرب نوت چنگ، 1/4 ضرب نوت دولا چنگ و 1/8 ضرب نوت سلا چنگ است. این ضربات در ویدیو آموزش اولین ملودی که قراره با هم دیگه بزنیم مورد استفاده قرار میگیره. به همین صورت ما علاوه بر کشش ها سکوت ها رو هم داریم که به صورت سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت دولا چنگ، سکوت سلا چنگ وجود داره. در بعضی مواقع برای اضافه کردن کشش نوت مورد نظر نقطه کنار نوت قرار میگیره که باید توجه داشته باشیم. بعضی مواقع کنار همین نوتایی که اشکال مختلفش رو براتون توضیح دادم، بعضی مواقع یک نقطه های قرار میگیرن، یک تک نقطه بغل اینها قرار میگیره که هر نقطه نصف کشش هر نوتو بهش اضافه میکنه، مانند همینجور که توی شکل داریم مشاهده میکنیم. یک نوت گرد با نقطه، یعنی نوت گرد ما که 4 ضرب داره و یک نقطه که معادل نصف 4 ضرب یعنی 2 ضربه به نوت گرد اضافه میشه که در کل معادل 6 نوت یعنی 6 ضرب وجود داره که بخوایم اگه به صورت نوت بنویسیمش، یک نوت گرد و یک نوت سفیده که نوت گرد ما 4 ضرب و به خاطر اون نقطه‌ای که در کنارش قرار گرفته نصفش بهش اضافه میشه و یک نوت سفید در کنارش قرار میگیره، یعنی در کل ما معادل 6 ضرب برای این نوت گرد و نقطه در کنارش باید در نظر بگیریم. باقی نوت هم در شکل به همین صورت محاسبه میشه. واحد اندازه‌گیری در موسیقی پرده نام داره و توجه داشته باشین فاصله هر فرت گیتار تا فرت بعدی آن نیم پرده است. بعد از اینکه به طور کامل متوجه شدین که فاصله بین فرت‌های گیتار با هم دیگه نیم پرده فاصله داره، یعنی به عنوان مثال دو تا فرت اگه ما بخوایم جابجا بشیم یک پرده فاصله میشه، سه تا فرت بخوایم جابجا بشیم 1.5 پرده فاصله میشه، بنابراین بعد از این ما به نوت ها میپردازیم، به فاصله بین نوت ها. فاصله بین نوت ها بسیار بسیار مهم هستش و باید توجه داشته باشین که فاصله بین نوت ها رو هیچ وقت اشتباه نکنید. بین همه نوت ها یک پرده فاصله وجود داره، غیر از نوت می تا فا و نوت سی تا نوت دو که این دو با هم دیگه نیم پرده فاصله دارن. حالا برای اینکه بتونیم بهتر متوجه بشیم من تک تک براتون نام میبرم که یه کمکی براتون بشه و بهترین مبحث متوجه بشین، یه وقت اشتباه نکنید. ببینید همونجور که مطمئنم متوجه شدین ما 7 نوت دو، ره، می، فا، سول، لا و سی رو داریم. به ترتیب از اول ما میخوایم فاصله بین این نوت ها رو مورد بررسی قرار بدیم. باید ما این در توجه داشته باشیم که نوت دو تا نوت ره یک پرده فاصله داره، نوت ره تا نوت می یک پرده فاصله داره، نوت می تا نوت فا نیم پرده فاصله داره، نوت فا تا نوت سول یک پرده فاصله داره، نوت سول تا نوت لا یک پرده فاصله داره و نوت لا تا نوت سی یک پرده فاصله داره و در آخر نوت سی تا نوت دو باز هم نیم پرده فاصله داره. پس توجه داشته باشین که بین نوت می تا نوت فا نیم پرده و بین نوت سی تا نوت دو نیز نیم پرده فاصله وجود داره. باقی نوت ها همگی با هم دیگه یک پرده فاصله دارن و مشکلی براتون ایجاد نمی کنه. شما وقتی به یک نوت موسیقی نگاه میکنین متوجه علامتهایی خواهید شد که در کنار این نوتا قرار گرفته. به این علائم علائم تغییر دهنده میگویم که به سه صورت دیز، بمول و بکار مورد استفاده قرار میگیره. همونجور که دارین توی شکل مشاهده میکنین اشکالش هم به این صورت هستش. علامت دیز نوتو نیم پرده به جلو یعنی به طرف کاسه ی گیتار میبره و علامت بمول نوت رو نیم پرده به عقب یعنی به طرف دسته ی گیتار میبره و علامت بکار نوت رو سر جای خودش نگه میداره. نوت ها به دو صورت هجایی و الفبایی نامگذاری میشن که حفظ کردن مورد الفبایی خیلی خیلی مهمه و بسیار مورد استفاده قرار میگیره و من خواهش میکنم ازتون که مورد الفبایی نوتا مورد هجاییشو که همه حفظ هستین و مورد الفباییشو ازتون خواهش میکنم که حتما حفظ بکنین و همینجور که توی شکل میبینیم به دو صورت هجایی و الفبایی سول،
فا، می، ر، دو، سی و لا که به صورت الفبایش رو اگه بخوایم نام ببریم سل با حروف جی، فا با حروف اف، می با حروف ای، ر با حروف د، دو با حروف سی، سی با حروف بی و لا با حروف آ نامگذاری میشه. تمام این توضیحاتی که من در این قسمت دادم، تمام تئوریایی که من در این قسمت دادم، انتظار دارم که شما هنرجوی عزیز حتما حفظش بکنین و اول از همه به خاطر بسپارینش. بعد از اینکه به خاطر سپردینش، ما توی موسیقیایی که با هم دیگه قراره بزنیم، توی نوتایی که با هم دیگه قراره اجرا بکنیم، تک تک این چیزهایی که ما توی این جلسات تئوری و تمرین‌های عملی داریم یاد می‌گیریم مورد استفادهتون قرار می‌گیره. و در آخر هم تمرین عملی سوم رو براتون گذاشتم که ازتون خواهش میکنم دو تمرین اولی که براتون قرار دادم و این تمرین عملی سوم رو خواهشاً تمرین بکنید تا انگشتاتون راه بیفته، تا دستتون راه بیفته و خودتون رو آماده بکنید برای آهنگایی که پیش رو دارین. تمرین عملی سوم ما به این صورته که این اعداد رو از بالا شروع میکنین و از پایین بر میگردین. حالا من توی ویدئویی که از گیتار خودم و خودم گرفتم براتون میذارم که کامل متوجه بشین، اما برای یک توضیح لفظی اگه بخوام براتون توضیح بدم، به صورتی که فرت اول، فرت دوم، فرت چهارم روی سیم یک، فرت اول، فرت دوم، فرت چهارم روی سیم دو، فرت اول، فرت دوم، فرت چهارم روی سیم سوم و تا آخر پیش میرین. بعد از اینکه پیش رفتین، برای برگشتن از همون سیم ششم از فرت چهارم برمیگردین، یعنی به صورت 4-2-1 4-2-1 4-2-1 برمیگردین، 1-2-4 میرین، 4-2-1 برمیگردین. امیدوارم که ویدئویی که قرار میدم مورد قبولتون باشه و متوجه کاملا بشین که این تمرین عملی سوم به چه صورت. قسمت دوم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین و ویدیو منو تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و مورد پسندتون واقع شده باشه. در ویدیو بعدی همه شما دوستان و هنرجویان عزیز رو میبینم. با تشکر.